خود این فرانسویا رهبر این جلیقه زردشون اومده بودن ایران ما خیلی حرف هست طبقه بندی داره محرمانه نمیشه گفت اینا چون گفته شده دارم میگم اومدن ایران میگفتن مثلث دبلیو تی ال یا یه خورده جا, به جا مثلا ال دبلیو اینا بیچاره کنده بود چی هست گفتن واشنگتن تل لندن فرانسویا دست ناسیان مینه دنیا برای خودشون میخوان انگلیس، آمریکا، اسرائیل. همون سه تا که ما باشون درگیریم. بس ما یاد دادیم تو دنیا کی باید با درگیر بشه. جریان حتی جدیدی اتفاق افتاد در دنیا آنچه که پیش رو می‌خواد بره اینا تو المپیک لندن رونمایی کردن. اون سالهایی بود که بنده در مورد فراماسونی صحبت می‌کردم گفتم سال 2012 سال 2012 سال نظم نوین جهانیشون رو تو المپیک لندن رونمایی کردن دو ساعت میشه فقط مراسم افتتاحیه المپیک لندن رو تدریس کرد است که نماد و نشانه و مفاهیم صهیونیستی رو توش چپوندن به بهانه اینکه شبکه ملی سلامت انگلیس 1948 را افتاده 1948 1948 هشتم اولمبی در لندن بوده تو افتتایی اومدن مراسم بیمارستانی گذاشتن که همه تعجب کردن منتقد بودن این چه وضعی تخت بیمارستان آوردید شما تو چی یه شیاطینی ظاهر شدن از اون طرف خدمت شما عرض بکنم نظم نوین جهانی رو رونمایی کردن همه جا را حرم و تک چی گذاشتن از درخت زندگی The Tree of Life درخت کابالا رو نمایی کردن همه اینا رو یه ببینی پره بعد یوی کلی تخت بیمارستانی خود همین جانسون اون موقع شهردار لندن بود اشتباه نکنم یه مجسمه شبیه جانسون تو بیماری ها اینجوری بلند شد شیطان آمد حاکم شد شبکه بهداشتی که مسحور این شیاطین بود اینا دستاشون رو تکون میدن این برونور بر میچرخیدن با چه ربطی به المپیک داره اینا بعد بچه هایی که خونه نشین شدن رفتن تو خونه زیر دوشک و بعدو گوشی دستشون و بعدش جنسیت تغییر کرد نه تمام این برحال انجام دادن همه انجام دادن تو هم افتتایه اولین چهره نشون میدن چهره زن چینی رو نشون میدن که متاثر از این ویروس قرار میگیره و بچه هایی که بچه کوچیک رو تختن یعنی یه نسل بعد اینا دیگه دستمان بچه هایی اونی که بعد از این ماجرای کرونا به طرز عجیب قریبی این برهم خوردگی مفهوم جنسیت الان هدف قرار گرفته رو نمیدونم چه همه رو دارن میرن بالا اینا کار خودشون دارن پیش میرن سند بی سی که تا سال 2030 یعنی بعد دنیا این اتفاق که من بعید میدونم بتونن تا 2030 کار رو انجام بدن اما با قدرت اینا پیش میرن بازم کی جلوشون وایستد خودشون میگن یک کشوری جلو ما وایستد ایران و اگر این کار خاور رو ساخته بودن الان تجزیه شده بود خاورمیانه رفته بود خاورمیانه جدید و زمان کاندولیزا رایس اینا گفتن او کی بود اون زمانی که لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها کشته می‌دادن این خانم میگفتش که این درد زایمان خاورمیانه جدیده. باید انجام بشه. کی جلوشون رو گرفتی؟ تمام دنیا گفتن سوریه باید تجزیه بشه بشار اسد باید بره ما گفتیم نمیذاریم ترامپ دادش درمد گفت آقا ما 7000 میلیارد دلار یه ذره رو تقسیم کنید ماشین حسابتون ارور میده 7000 میلیارد دلار 7 تریلیون دلار توی من پول خرج کردیم آخر افتاد دست ایران برای چی یه دونه حمله میکنن به پایگاه های رو سوریه میگن ما ایران زدیم چرا فکر کنیم میگن چون ابهت اینا شکسته فکر چی شد این عربا براشون شاخ شدن برای این آمریکایی ها الان بعد از اینکه ما عین الاسد رو زدیم دعوا شده بود توی امارات درگیر میشن با نماینده امریکایی میگن شما نمیتونید از پایگاه خودتون دفاع کنید کوپ هدافندتون این موشک که نشست که همش چند تاشو تونستید بزنید برید ببینید در عراق اینا چیکار کردن اصلا تعجب میکنه خدا شاهده در عراق این بخش جدا شونده موشکای ما جدا میشه و بل میشه اینا رو نشون میدادن میگفتن این موشکای ایرانی سقوط کرده نخورد بعدا برای چی برای اینکه اگه میخورد به این عراقی با خودش میگفت عجب ایران اجازه نداده ورده کشور تو کشور من داره اونارو میزنه من چرا بیورزم؟ یا اخیرا که دوباره همون پایگاه اینو اسد و پارسال دوباره زدیم اومدن چی گفتن؟ گفتن میدونی چی بوده؟ تو شیفت تغییر شیفت پدافندمون بوده باتریاشو داشتیم عوض میکردیم باید یه بحانه بیاره دیگه اگه بحانه نبیر سال اصلی اینه. چرا نتوانستی موشک های و با پهباد ها جان را بزنی؟ الان قصه پهباد شاهد ما فقط این نیستش که میزند چرا شما نمیتونید بزنید اینو؟ هر موشکی که شما بلند میکنید یه میلیون دلار قیمتشه پهباد ساخته ایران بریم پنجا هزار دلار تا صد پنجا دلار یعنی اصلا تمام موشکاش این پهبا دارن. بزنه ضرر کردن گرفتی چی شد؟ یعنی تو جنگ اختیشی باختن بلافاصله فاصله یه دید روسا رو نمایی کردن از پهباد شاید به عنوان پهباد گل شمدانی هفته پیشم چینی‌ها ها رو نمایی کردن گل آفتاب گردون تغییر روند در دونه دو ما انجام میشه اینو بدونید اما ما باید برسونیم خودمون رو بدونیم که اولا دشمن برام شدن شما همین عربستان ما رفته دیم نگیسته رویه بیستی مثلا همه جا بیستی بیستی همه جا خواهد یعنی اون ویژن حالا آوردن بخش مذهبیش هم آوردن تا سال 20 میخوایم 15 میلیون زائر بیاریم زائر خواهیم تو چار میلیونش موندن زایدن خدا شادی یعنی باید بدونی چه خبره یعنی انصافا ببین نگاه کن من خودم خیلی به این خادم های حرم آموزا انتقاد داشتم گفتم که خوش اخلاق تر باشید یه خورده اینا اونا رو که دیدم الان دست و پا اینا رو میبوسم همش اینجوری نیستن و خیلیشون هم مشتیان خیلی هم درسته اینو میخوام بهتون میگم من منتقد دارم به شما میگم یک دهم ده یک بیستم مدیریت زائر رو اینا ندارن که اینجا تو مشهد شما دارید خدا شاد چهار میلیون زائر رو چیکار کنن بدبخ میکردن آسی میکردن اینجا با محبت با برخورد خوب خود مردم اینجاست میگم اون فرهنگ و تمدن ایرانی خودشو نشون میده بعد از منا کرایه که ده ریال بود ده ریال الان 150 هزار تومان ما خب تا 300 ریال رفت بالا سی برابر شد عین این گرگایی که حالا وقت شکار توم است اینجوری نگاه میکردم به ظاهر خونه خدا بله معلومه از کدوم فرهنگ و کدوم عقیده آبش خورده تو اینجا من نگاه میکنم اینا خونه هاشون رو مردم باز کردن شده زائر سرا پارکینگ در خونه‌شو باز کرده اون یکی محل اسکان و خانم مگه اسکان این فرهنگ اهل بیت این فرهنگ ایرانی مشکلات داریم میدونیم قابل مقایسه نیست اونا با ما هزار سال تو بحث تمدنی ما مفاصله دارن